اضافه اجاره باها نسبت به سال قبل در تهران 25% بیشتر نمیتونه باشه، در کلان شهرها از 20% بالاتر نمیتونه باشه غیر تهران، در بقیه جام 15% بیشتر نمیتونه باشه. این سه تا رو به عنوان مسببه ما اعلام کردیم و از فردا باید اجرا کنن و عمل بکنن. تلاش تازه دولت ایران برای مهار نرخ اجاره مسکن در تهران و شهرهای کوچک و بزرگ. در 60 دقیقه امشب از یک خبرنگار اقتصادی در تهران میپرسیم که راه حل دولت چقدر با واقعیت ها سازگار است. از یک جامعه شناس هم میپرسیم که چرا مشکل مسکن گریبان بخش بزرگی از جامعه را گرفته. همینطور در برنامه امشب ابعاد آتش سوزی های اخیر ایران بسیار بزرگتر از روایت رسمی. طبق داده های سازمان فضایی وسعت مناطق سوخته 40 برابر مقدار اعلام شده است. یک روز بعد از کشته شدن فاطمه خلیل، فعال جوان حقوق بشر افغانستان و همکارش، رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان از بمبگذاری های هدفمند میگوید. و وقتی کامپیوترهای خانگی به جنگ کرونا میروند، پروژه‌ای که رکورد ابر کامپیوترهای جهان را شکست. اگر از قیمت زمین و خانه در تهران و شهرهای بزرگ ایران بپرسید، اکثرا عددهایی است با صفرهای بیشمار. قیمت‌ها به سرعت بالا می‌رود و ارزش پول در حال سقوط است. دولت طرحی را تصویب کرده تا بلکه بتواند ترمز قطار افزایش نرخ رهن و اجاره و قیمت مسکن را بکشد، به این شکل که افزایش سالانه اجاره بها در تهران نباید از 25% بیشتر شود. این رقم برای کلان شهرها 20% و در بقیه شهرها 15% اعلام شده. آیا میتوان در این وضع اقتصادی کاری برای اجاره نشین ها کرد؟ تلاطم در بازار مسکن کی آرام میگیرد؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از بهرنگ تاجدین. تابستان، فصل چانه زدن مستأجر و صاحب خانه برای تمدید قرارداد یا تخلیه خانه و اسباب کشی، بحثی که امسال احتمالاً حسابی داغ است. طبق تازه ترین گزارش بانک مرکزی، متوسط اجاره بها در مناطق شهری تهران خرداد امسال 30.7% نسبت به ماه مشابه پارسال رشد کرده. بعضی اجاره نشین ها می گویند میزان گران شدن اجاره ها از این هم بیشتر است. سال پیش من یه خونه رو 70 متری گرفتم با پول پیش 100 میلیون تومان و کرایه ماهیانه 1.500. الان همین واحد و صابخونه گذاشته 150 میلیون و کرایه ماهی 4 میلیون. پدرم و مادرم سال گذشته توی صدرات از 20 اسفند ماه منزلی رو اجاره کرده بودن 25 میلیون با تقریبا 1.5 میلیون. هر جایی که من تقریبا یک ماه دارم جستجو میکنم، دو خوابه زیر 50 تومن و با اجاره های 1.700 تا 2.5 نیست. مجموع حقوقمون میشه 6 میلیون تومن و امسال اجارمون از 2.700.000 تومن به 4 میلیون تومان افزایش پیدا کرده. من یه خونه 70 متری گرفتم توی حومه تهران، 40 میلیون پول پیش داده بودم سال گذشته و ماهی 500 تومان. الان خونه های 50 متری 60 متری همشون پول پیش 50 میلیون تومان میخوان و حدود 1.500 تا 2 تومان اجاره میخوان. کمتر از این جایی پیدا نکردم که برم. حقوق منم ماهیانه 1.500، 1.500.000 تومان. اجاره باها رفته بالا، برای مردم طاقت فرسا شده. رئیس جمهوری ایران میگوید وضعیت بازار مسکن طاقت فرسا شده و به همین خاطر میخواهد افزایش اجاره ها را محدود کند. هر جا که اجاره تا کنون منعقد نشده و موجر و مستأجر متن رو تا امروز امضا نکردن، فردا که این مصوبه ما ابلاغ میشه، یه مقرراتی ما امروز گذراندیم که اضافه اجاره باها نسبت به سال قبل در تهران 25% بیشتر نمیتونه باشه، در کلان شهرها از 20% بالاتر نمیتونه باشه غیر تهران، در بقیه جام 15% بیشتر نمیتونه باشه. صاحب خانه ها میگویند چنین سقفی با تورم فعلی عملی نیست.
وقتی که تورم کالاهای ضروری بالاتر از 47% میبینیم که 60% 70% کالای افزایش قیمت داشته. خب ما وقتی که نیاز ضروری زندگیمون رو با این تورم بالا تهیه میکنیم، چطور میتونیم ملکمون رو کمتر از تورم اجاره بدیم؟ بعد یه خونه نوساز بخواد رهن کنه چنده؟ دولت میخواهد برای اعمال سقف اجاره ثبت قراردادها را اجباری کند. نکته دیگری که مورد تاکید قرار گرفت، الزام به ثبت و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات است و گرفتن کد رهگیری که مورد تاکید قرار گرفت و وزارت سمت هم مکلف شد فعال کردن این سامانه رو و اطلاع و متصل کردن اون به وزارت راه شهرسازی رو انجام بده. بالا رفتن اجاره ها حداقل تا حدی ناشی از افزایش قیمت مسکن است. طبق آمارهای وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع خانه در تهران در 3 سال گذشته از 4.5 میلیون تومان به بیش از 19 میلیون تومان رسیده. یعنی نسبت به پارسال 42% بالا رفته و نسبت به 3 سال پیش بیش از 4 برابر شده. ولی مقام‌های دولت معتقدند اینها قیمت واقعی نیست. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، وقتی خرید و فروش پایین می‌آید و قیمت بالا می‌رود، نشان می‌دهد که این اعداد غیر واقعی و متأثر از تلاطمات بازارهای موازی است. در ماه‌های گذشته با پایین آمدن نرخ سود سپرده‌های بانکی، سرمایه‌های سرگردان راهی بازارهای دیگری شدند. شاخص بورس تهران رشد سرسام‌آوری کرده، خودرو دوباره به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده و قیمت مسکن هم بالا رفته. چند دهه است که دولت‌های مختلف ایران با طرح‌های نظیر مسکن مهر تلاش کردند راه حلی برای گرانی مسکن پیدا کنند و هیچ وقت هم موفق نشدند. یک سال مانده به پایان زمامداری حسن روحانی، او هم در راه حل این مشکل به بن‌بست خورده. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. مهدی الیاسی خبرنگار اقتصادی از تهران با ما. آقای الیاسی، تعیین سقف برای افزایش اجاره بها از نظر شما چقدر با واقعیت ها سازگاره؟ با سلام خدمت شما و بینندگانتون، عرض کنم که به نظر من این تصمیم آقای رئیس جمهور واقع بینانه نبود و بازار طبق روال و منطق خودش جلو میره و حرکت میکنه. جهش قیمت مسکن و به تبع اون جهش اجاره بها دو تا دلیل بنیادی داره. اولی رشد کلی نقدینگی هست که تا پایان اسفند ماه به 31% رسید. از اون مهمتر رشد پایه پولی، خلق پول جدید و پول پرقدرت و چاپ پول هست که تا پایان اسفند ماه این به عدد 50% رسید، در حالی که تو سالهای 96 و 97 رشد پایه پولی 15% بود. یعنی در یکی دو سال اخیر 3 برابر شد رشد پایه پولی و چاپ پول و خلق پول پرقدرت. خب وقتی پایه پولی رشد میکنه و چاپ پول اینقدر زیاد هست، چطور میشه توقع داشت که تأثیرش رو در قالب تورم در همه بخش ها و از جمله بخش مسکن نشون نده؟ در واقع ریشه اصلی مسئله در جهش نقدینگی هست. این چیزی که جناب رئیس جمهور امروز گفتن، ما تجربهش در مورد دلار 4200 تومانی هم داشتیم که به جایی نرسید. دوم این نکته که به نظر من اون هم حائز اهمیت هست اینه که بخش مسکن در ایران به گروگان نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و هولدینگ‌ها در اومده. به اینجوری که بسیاری از بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بزرگ الان ورشکسته هستن، بعضن سال‌هاست. یعنی از نظر حسابداری میزان بدهیشون از دارایی‌هاشون بیشتره. بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ، صندوق‌های بازنشستگی این مسئله رو با تجدید ارزیابی دارایی‌ها حل می‌کنن. چون ملک و ساختمون در قالب واحدهای اداری، تجاری، مسکونی و زمین خیلی زیاد دارن، وقتی تو بخش مسکن مگا تورم رخ میده، ارزش دارایی‌هاشون بالا میره و توازنامه بالانس میشه. یعنی دارایی‌هاشون رشد میکنه، بدهی‌هاشون رو کاور میکنه و پوشش میده. به این شکل ورشکستگی خارج میشه. این دو تا مسئله در واقع دو مسئله بنیادی جهش قیمت مسکن در ایران هست که تا وقتی این دو مسئله به صورت ریشه‌ای حل نشه، به نظر من با اینکه دستور بدیم که مثلا بیش از 25% اجاره بها افزایش پیدا نکنه یا قیمت ملک بالا نره، این مسئله به جایی نمیرسه. خب این دستور از نظر شما هدفی تبلیغاتی داره؟
من فکر میکنم یک علتش این که آقای روحانی این تصمیم رو میگیره سیاسی هست. یه بخشی هم الان ما فشار مجلس جدید رو هم داریم که خب اونها توقع دارن که دولت تو این حوزه های اقداماتی بکنه. آقای روحانی و دولت هم به نظر من در واکنش به این فشارها یه تصمیماتی میگیرن که به نظر من بیشتر سیاسی هست و خیلی فکر نمیکنم تأثیری بذاره. منابع درآمد دولت به دلیل فشار تحریم خیلی محدود شده. 2.5 میلیون واحد مسکونی در سراسر ایران خالیه، 0.5 میلیون اون هم در تهران واقعه. مدت هاست در مورد بالا بردن مالیات از واحدهای خالی حرف میزنن، چرا عملی نمیشه؟ ببینید اون که فرمودید که در واقع دولت کسری بودجه داره، اون خلق پول چاپ پول هم ریشش در همینه که دولت کسری بودجه داره. کرونا هم مزید بر علت شد توی چند ماه اخیر که دولت رو وادار کرد به در واقع رشد پایه پولی. به نظر من اجاره گرفتن از خونه های خالی عملا ممکن نیستش، به خاطر اینکه خیلی از مردم ملک میخوان که ارزش دارایی هاشون رو حفظ کنن. در واقع یک بخشی از تقاضا واسه ملک برای حفظ ارزش دارایی هاست، طرف میخواد پول نقدش ارزشش حفظ بشه، کمتر نشه. اگه اینو بخوان اجبار کنن که خونه های خالی رو مالیات بگیرن، خب مردم هم راه حل دم دستیش اینه که اجاره نامه های سویی تنظیم میکنن. یعنی یه نفر از اقوام دوستان میاد یه اجاره نامه این تنظیم میکنه، خب اون رو دیگه چیکار میشه کرد؟ به نظر من اجاره گرفتن به خانه های خالی به جایی نمیرسه. در اصل میگم راه حلش همون گرفتن تنظیم اجاره نامه های سوریه. من رقم هایی که در مورد اجاره ها، رهن یا حتی قیمت مسکن در تهران هست، در مناطق مختلف، در شهرستان ها هست رو نگاه میکردم، رقم های بسیار درشتیه، هیچ نسبتی با حقوق بگیران نداره یا با کارگران نداره یا بخش بزرگی از جامعه. چطور مردم از عهده این قیمت ها بر میان؟ بالاخره این امورات کشور میگذره. ببینید قیمت اجاره این نسبتی با قیمت مسکن داره دیگه، یعنی چیزی که عرف بازار داغ تو ایران هست اینه که 1% فکر می‌کنم 20-30% قیمت مسکن اجاره میشه. وقتی قیمت مسکن بالا میره به تبعش طبیعیه که قیمت اجاره هم بالا میره، مضاف به اینکه خیلی از مردم منبع درآمدشون اجاره دادن هست. یعنی خیلی هم هستن که با مثلا طرف کارمندیه با حقوق پایین، یه ملکی هم داره اجاره میده، اون کمک خرجش میشه. یعنی این طرف قضیه هم هست. خب طبیعیه که قیمت‌های کنونی واقعا برای مردم سنگین هست و فشار زیادی آورده و همین روزهای اخیر هم نارضایتی زیادی از مردم، بخشای زیادی از مردم رو شاهد هستیم که واقعا این اجاره ها دیگه داره اذیت میکنه. خیلی ممنونم آقای الیاسی. مهدی الیاسی خبرنگار اقتصادی در تهران. و ما سعید مویدفر استاد پیشین جامعه شناسی دانشگاه تهران هم از شهر تهران با ما هستند. آقای مویدفر، این تلاطم در بازار مسکن و وضعیت اجاره خانه ها چه پیامدهایی از منظر جامعه شناختی داره؟ خب با سلام خدمت شما و بینندگان محترم، قطعا در واقع امروز تلاطم‌ها در همه زمینه‌ها یک فشار روانی سهمناکی بر افکار عمومی و مردم وارد کرده که یکیش هم مسئله مسکن و اجاره خانه است که به هر حال پیامدهای اون مثلا توی سال‌های اخیر با توجه به بالا رفتن میزان هزینه‌های مسکن در واقع جا به جایی های جمعیت هست از مناطق، چون میدونید به هر حال در مناطق یک کلان شهر یا شهر معمولا یک به اصطلاح انتخاب برای زندگی و محل سکونت وجود داره متناسب با پایگاه اجتماعی و نهایتا موقعیت فرهنگی یک خانواده. وقتی که نهایتاً میزان هزینه‌های مسکن افزایش پیدا می‌کنه و بسیاری از طبقات متوسط شهری قادر به تأمین اون نیستن، نهایتاً یکی از اتفاقات مهمی که توی سال‌های اخیر افتاده اینه که افراد مجبورن که مکان‌هایی رو برای زندگی انتخاب بکنن که این مکان‌ها خیلی تناسبی با سطح فکری، فرهنگی و اجتماعی و منزلت شغلی و اجتماعی افراد نداره
و این قاعدتا میتونه هم اون خانواده رو تحت تاثیر فشارهای روانی زیادی بگذاره، چرا که مثلا خانواده وقتی که در یک مکان قرار میگیره که خیلی متناسب با اون ارزش‌ها و یا اون موقعیت خاص اون نیست، قاعدتا اینها اون ارتباطایی که بیشتر میتونستن با اون جامعه محلی و یا کسانی که در اون مکان زندگی میکردن برقرار بکنن، اون ارتباطات از دست میره. بله. یا حتی مثلا پس کن فرزندان اونها در خطر مسائل تضادهای فرهنگی یا ارزشی قرار میگیرن. بنابراین یکی از مشکلات جدی معمولا توی سال اخیر چنین چیزی بوده، علاوه بر در واقع اون فشارهای روحی که برای عدم تامین همون هزینه‌های به سال اون جا به جایی هم برای افراد و خانواده ها وارد میشه و اونها را در واقع در یک فشار و مشکلات خانوادگی و تضاد میان اعضای خانواده و گرفتاری های دیگه از این دست میکنه. در خیلی از کشورهای دنیا به مکانیزمی رسیدن که خانه‌دار شدن کار سختی نیست. چرا در ایران این مشکل حل نمیشه؟ خب متاسفانه مسکن در ایران خصوصا توی دوران اخیر درگیر تلاطم‌ها و جایگاهی شده که مشکلات جدی رو برای جامعه ما فراهم کرده. اولا میدونیم که متاسفانه حالا یا به هر دلیلی با توجه به افزایش جمعیت کشور خصوصا در دهه‌های اول انقلاب و حجم سنگین از جمعیت جوان که اینها به سن کار و تشکیل خانواده رسیدن و قطعاً چنین حجم عظیمی از جمعیت باید ابتدا پیشبینی میشد که این وارد بازار کار میشه، وارد بازار مسکن میشه، میخواد تشکیل خانواده بده و از قبل باید تمهیدات لازم رو برای این حجم عظیم جمعیت ایجاد میشد که متاسفانه نشد و نهایتاً ما با یک چنین مسئله روبرو شد. مسئله دوم متاسفانه جا به جایی های جمعیت هست. ببینید ما هرچی که آمدیم جلو متاسفانه تراکم جمعیت در برخی از مکانها خصوصا کلان شهرها و شهرهای بزرگ بسیار زیاد شده. خب میدونید هرچی که تراکم جمعیت در یک منطقه زیاد بشه بنابراین تقاضا به شدت میره بالا و عرضه میاد پایین. خود این مسئله تراکم میتونه به عبارت مشکل مسکن رو به طور جدی ایجاد بکنه و در واقع این یک مسئله اساسی است. مسئله دیگه ای که به نظر من باید بهش توجه کرد اینه که دولت ها همیشه برای تامین مسکن در واقع نیازمندان دچار سوء تعریف بودن. یعنی مشکل اینها این بوده که میخواستن مسکن افراد کم درآمد رو مثلا تامین بکنن، در حالی که در واقع با توجه به اینکه در کشور ما آمارها و ارقام و به صلاح پژوهش های لازم برای اینکه چه کسانی دارای درآمد پایین هستن نیست. صحیح. بنابراین متاسفانه این هدف گذاری برای گروه هایی که نیاز به مسکن دارن در جامعه ما همیشه دچار مشکل شده و بسیاری از تلاش هایی هم که دولت ها انجام دادن برای اینکه مثلا بخشی از مسکن نیازمندان رو تأمین کنن اینها نهایتا سر از بازارهای سرمایه‌ای درآمده و یا سوزجویی‌های درآمده یا مشکلات دیگه. بنابراین به نظر میرسه که ما اگر یه تعریف دقیقی بتونیم بکنیم به جای اینکه پارامتر اقتصادی رو برای نیازمندان مسکن تعریف بکنیم، پارامترهای اجتماعی مثل اقشار آسیب پذیر، مثل جوانان، مثل زنان، مثل سالخوردگان، مثل کارکنان به صلاح برحال در سطوح پایین جامعه، اینها شاید بتونه بهتر بوده هدف رو تعیین بکنه. آقای محیط فرما یادم میاد که در دوره آقای هاشمی رفسنجانی تیتر یکی از روزنامه ها این بود که حالا یکی از تیتراش در حقیقت چطور در هلند همه خانه‌دار شدن. دولت‌های متعددی اومده و رفته، چرا هیچ کدوم از این دولت‌ها نتونستن به یک راه حل برسن از نظر شما؟ خب این علتش خیلی مشخصه. ببینید دولت‌ها تو کشورهای توسعه یافته اینها در واقع مسئولیت‌های محدودتری دارن، یعنی دولت در یک عرصه‌های بسیار وسیعی گرفتار نیست.
ولی در حوزه های خدمات اجتماعی، تامین اجتماعی و مسائلی مانند این یا به هر حال اون نیازهای پایه‌ای بیشتر تمرکز داره و نهایتاً بخش‌های اقتصادی دیگه فعالن، بخش خصوصی فعال، جامعه مدنی فعال و در واقع انواع اقسام حوزه‌های اجتماعی دیگه درگیر هستن و دولت هم به عنوان یکی از به اصطلاح گوشه‌های اون میتونه با توجه به اینکه بارش سبک هست کمک بکنه. ولی متاسفانه در جامعه ما دولت‌ها اونقدر وظایف سنگین و اونقدر وظایف عظیم به عهده میگیرن و میخوان در ریزترین کوچکترین مسائل دخالت بکنن، بخش خصوصی رو در واقع به حالت تعلیق در بیارن، جامعه مدنی رو غیر فعال بکنن، گروه‌های خیریه‌ای که میتونن کمک بکنن یا اون محلاتی که قبلا میتونستن کمک بکنن به هم نوعان خودشون، هم دستان خودشون، متاسفانه یک شرایطی به وجود آمده که اساساً دولت‌ها اونقدر سنگین شدن که قدرت در واقع تصمیم‌گیری و تمرکز انرژی و نیروهاشون رو برای حل مشکلات مردم نیازمند از دست دادن. بنابراین من فکر کنم یکی از علت‌های اصلی در کشوری مثل ما همینه که دولت سطح انتظارات رو به طور گسترده میان اقشار مختلف بالا میبره بدونه که در واقع از اقشار مختلف بخواد کمک بگیره، از در واقع آحاد مختلف، جمعیت‌ها، گروه‌ها، انجمن‌ها، بخش خصوصی. متاسفانه تنهایی بلند کردنشون بار سنگینی نهایتاً نتیجه‌اش همین شد که می‌بینید. آقای محیط‌فر، انقلابی ها با شعار از بین بردن فاصله طبقاتی اومدند بر سر قدرت، الان بالای شهر، پایین شهر، حاشیه شهر، حتی پایین تر از حاشیه شهر، چقدر از منظر مسکن طبقات به همدیگه نزدیک شده؟ آیا جامعه طبقاتی همچنان سر جای خودش هست؟ اتفاقی که افتاده این هست نسبت به قبل از انقلاب. قبل از انقلاب تهرانی بود که نهایتاً بخش شمالی داشت، یا مثلا کلان شهرهایی بودن که بخش مرفه‌نشین متمکن رو داشتن، میانه شهر بودن و پایین شهر که نهایتاً اقشار ضعیف‌تر حضور داشتن. اون چه که در پس از انقلاب اتفاق افتاده اینه که اون بخش‌های ضعیف‌تر از شهر بیرون رانده شدن. یعنی در واقع قبلا این بخش‌های ضعیف‌تر گاهی اوقات حتی شما در مثلا مناطق مرفه هم میدیدید، مثلا یه محلاتی بود تو قسمت های مرفه نشین که اونجا یک نوع تمرکز فقر اونجا هم اتفاق افتاده بود، یا در میانه در یا و بیشترشون در پایین. ولی اتفاقی که افتاده اینه که آمدن اونقدر شهر رو گران کردن، اونقدر مثلا کلان شهرها قیمت ها سنگین شده برای زندگی، از مسکن تا تامین بقیه هزینه های زندگی، که بسیار از اینها را رانده اند به در واقع حاشیه شهرها و عملا شهرک های اقماری که در اطراف کلان شهرها به وجود آمده با فاصله های نزدیک و دور، و عملا تمرکز فقر بسیار بسیار شدیدتر از گذشته شده. یعنی به این معنا که دیگه اینها اساسا از شهر بیرون رانده شدن. بنابراین تبعیض و شکاف‌های طبقاتی به شدت افزایش پیدا کرده. این در کلان شهرهاست، در مناطق دیگه کشور هم تقریبا یه چنین وضعیتی هست. متأسفانه با توجه به هجوم جمعیت و در واقع برنامه‌های توسعه غلط که همه اینها جمعیت رو می‌کشونه به کلان شهرها، بخش عظیمی از جمعیت کشور درگیر یک نوع تمرکز فقر شدید در حاشیه شهرها شده و فاصله‌های طبقاتی افزایش یافت. سپاسگزارم از سعید محیط‌فر، استاد پیشین جامعه شناسی دانشگاه تهران، از شهر تهران. انتشار اخباری مبنی بر تایید حکم اعدام 3 نفر از متهمان اعتراض‌های آبان ماه ایران در حالی صورت گرفت که گفته می‌شود 2 تن از این متهمان به ترکیه رفته بودند و به پلیس این کشور اعلام کرده بودند که از طرف حکومت ایران تحت پیگرد سیاسی هستند. بر اساس گزارش‌ها این 2 نفر اما بعد از 1 ماه نگهداری در کمپ مهاجران توسط اداره مهاجرت ترکیه به ایران بازگردانده می‌شوند، اتفاقی که نگرانی‌هایی را در ارتباط با همکاری دولت‌های ترکیه و ایران در ارتباط با پناهجویان سیاسی ایران در این کشور ایجاد کرده. در این ارتباط با آیدا قجر، روزنامه‌نگار از پاریس که پیگیر این پرونده بوده، گفتگو داشتم و از او پرسیدم که چه شواهدی وجود دارد که اقدام دولت ترکیه در بازگرداندن این 2 نفر را تایید می‌کند.
ببینید امیر حسین مرادی وقتی که بازداشت میشه او در ایران بوده و به خاطر یک جرم عادی، یک درگیری که بوده بازداشت میشه، نه اینکه در ارتباط با اعتراضات آبان ماه. بعد از اینکه در بازداشتگاه قرار میگیره سوال و جواب میشه و به گفته وکلا که تا الان هم منتشر شده این مسئله، تحت فشار و تهدید و شکنجه اقرار میکنه که در اون تظاهرات حضور داشته و همراهانش اون سعید تمجیدی و محمد رجبی رو هم علیه اونها هم صحبت میکنه. بعد از اینکه در زندان قرار میگیره از طریق تلفنی که به دستش میرسه به دوستانش خبر میده که وضعیت متفاوت شده و به اونها اتهام سیاسی و امنیتی زدن و از اونها میخواد که کشور رو ترک بکنن. این دو نفر 4 آذر ماه از طریق مسیر غیرقانونی از ایران خارج میشن و بعد کسی که بهشون پول برداخته بودن که به عنوان حالا آدم پرون یا قاچاقچی، انسان که بتونن اونها رو از مرز خارج بکنن، در میونه راه اونها رو رها میکنه و اونها در 20 کیلومتری شهر آنتالیا توسط ایست بازرسی بازداشت میشن. بعد از اینکه بازداشت میشن اونجا اعلام میکنن و میگن که تحت پیگرد سیاسی قرار دارن و جانشون در خطره و طبق اطلاعاتی که ما داریم و مستنداتی که داریم اونجا حتی نماینده سازمان ملل به ملاقات اونها میره و به اونها میگه که ما میتونیم از شما حمایت بکنیم. اما بعد از اینکه 3 هفته نگه داشته میشن در اون کمپ شهر آنتالیا، در تاریخ 29 آذر ماه اونها رو منتقل میکنن به کمپ دیگری و به اونها میگن که شما رو باید بازگردونیم به ایران و برگه ای رو به اونها میدن امضا میکنن که متوجه نبودن که چه چیزی رو امضا میکنن. این اتفاق متاسفانه در مرزهای مختلف افتاده و به گواه روایت‌های بسیاری از پناهجوها، اونها برگه‌هایی رو امضا کردن که نمی‌دونستن محتواش چیه و بعد مواجه شدن با اینکه بازگشت خودخواسته بوده. البته باید اینو بگم که در شرایط ترکیه در حال حاضر قانون این هست که برگه دیپورت رو وقتی به پناهجوها و مهاجران میدن به 2 زبان هست، یکی زبان ترکی و یکی زبان ملیت اون مهاجر یا پناهجویی که هست. اگر این برگه یک زبان باشه و ترکی داده شده باشه، در واقع غیر قانونیه. مسئله دیگه ای که ما ازش اطلاع داریم این هست که اون ضابطی که به این افراد گفته که باید شما رو ببریم و به کمپ دیپورت منتقلتون کنیم، بهشون گفته که این درخواست طبق مذاکراتیه که بین آقای روحانی و آقای اردوغان اتفاق افتاده و این خواسته در واقع دولت ایران و رئیس جمهور ایرانه، که این هم از نظر از دو در واقع وجه هست مورد سوال قرار میگیره. یکی این که از نظر حقوقی فارغ از مناسبات سیاسی بین دو کشور، رؤسای قوه مجریه حق این که تصمیم گیری کنن برای مسئله قضایی رو ندارن. اما مسئله دیگه این هست که اونها در واقع اگر همچین مسئله ای هم باشه، چطور یک ضابط یا یک مسئولی توی کمپ بخواد همچین مسئله ای رو مطرح بکنه و این هم در واقع جای سوال وجود داره براش. این افراد بازگردانده شدند، طرح این موضوع چقدر حالا کمک کننده است؟ متاسفانه تنها موردی نیست که اتفاق افتاده. در همین ماهای گذشته پیکر کامران گودرزی، پناهجوی که زیر سن قانونی در واقع زیر 18 سال از ایران خارج شده بود، پیدا شد در مرز چالدران و خانوادهشون رو تحویل گرفتن و اونها دارن پیگیری حقوقی میکنن به این عنوان که این بچه در بازداشتگاه که بوده از طریق بازداشتگاه مرزی که بوده از طریق تلفنی که داشته به خانوادهش خبر میده که بازداشت شده و ولی بعد از 2 ماه پیکرش، بعد از اینکه برف‌ها آب شده بودن، پیدا میشه. مسئله دیگه آقای هست، من چند مورد رو میخوام مثال بزنم. آقای عبدالله سربازی از فعالان بلوچ هستن که ایشون هم در ماه گذشته بازداشت شدن و لباس شخصی ها ریختن خونه‌شون و اونو بردن به کمپ پورت. یک مورد دیگه از فعالای رسانه‌ای میخوام مثال بزنم که بعد از اینکه اختیار مسئله پناهجویی دست اداره مهاجرت ترکیه افتاده، به او گفتن که از
طرف سازمان ملل بعد از 3 سال زندگی در ترکیه بهش گفتن که شما باید در واقع شما میتونید کشور سومتون انتخاب بشه، اما اداره مهاجرت گفته که شما ترک خاک میگیرید. در واقع این مسئله داره تکرار میشه و طرح این موضوع، رسانه‌ای شدنش، پیگیری حقوقی این مسئله میتونه باعث بشه که حداقل جلوی اتفاقای دیگه گرفته بشه و دولت ترکیه پاسخگو باشه که چطور افرادی که تحت پیگرد سیاسی قرار دارن و جانشون در خطره رو میتونه ترک خاک بده که اونها رو دیپورت کنه. کاری از دست مدافعان حقوق بشر در مورد 2-3 نفری که محل بحث هست برمیاد؟ ببینید، از نظر حقوقی و قانونی هر انسانی به هر کشوری که میرسه، فارغ از ملیتش، رنگش، نژادش، جنسیتش، وقتی میگه، اعلام میکنه که جان من در خطره یا تحت پیگرد سیاسی قرار دارم، اون حکومت اون کشور، دولت اون کشور موظفه طبق حقوق بین الملل که به اون پناه بده، موظفه که از اون محافظت کنه و کاری که بکنه برای اینکه جان اون شخص رو دوباره در خطر بندازه، این قابلیت پیگیری حقوقی داره و این وظیفه هر فعال حقوق بشر، هر رسانه‌ای هستش که این مسئله رو بخواد مطرح بکنه تا اینکه نه تنها جلوی موارد دیگه گرفته بشه، بلکه پاسخگو باشن که چطور میتونن در شرایطی که در کشور مثل ایران که متاسفانه همچنان حکم اعدام وجود داره و همینطور که میبینیم برای این جوانان و موارد دیگه هم این اتفاق افتاده و حکم صادر کرده، اونها رو برگردوندن به ایران. آیدا قجر بود، روزنامه نگار. سازمان فضایی ایران برای اولین بار آمار دقیقی از وسعت آتش سوزی های خرداد ماه امسال در جنگل های زاگرس منتشر کرده. طبق این اطلاعات روشن شده که آمار رسمی تخریب جنگل در این آتش سوزی ها 40 برابر کمتر از مقدار واقعی بود. فعالان و کارشناسان محیط زیست حالا با امید به آمار سازمان فضایی امیدوارند اطلاعات این سازمان به شناخت بهتری از ابعاد تخریب در مناطق طبیعی ایران کمک کند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. سبحان الله، عمق آتش سوزی داخل برکه برا وحشتناکه. از خرداد ماه امسال تا امروز آتش گریبان زاگرس را رها نکرده. مهار آتش سوزی دشتک دیل، صحنه های مثل داوطلبان دست خالی مهار آتش، درخت های ارزشمند بلوط که طعمه آتش شدند و جوانانی مثل البرز زارعی که قربانی نبود امکانات و بودجه برای حفاظت از جنگل ها شدند، همه اینها حساسیت افکار عمومی را برانگیخت. مسئولان برای اولین بار به تکاپو افتادند، ولی اغلب در جهت کم اهمیت نشان دادن خطر. آتش سوزی تا یه حدی بخشی از زندگی اکولوژی طبیعت. بیشترین نقش را عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست داشت که اصرار میکرد آتش سوزی های خرداد امسال تنها 1000 هکتار از طبیعت ایران را از بین برد. کل مناطقی که در کشور در بیش از 200 نقطه تا به امروز آتش گرفته هنوز به 1500 هکتار نرسیده. مردم وقتی میشنوند که جنگل آتش گرفته ناراحت. بعد از این گفته ها بود که معاون اول رئیس جمهوری ایران ضمن سرزنش این حرف ها آمار 1000 هکتار تخریب را تایید کرد. ممکن است دوستانی که مسئولیت دارن میگن آقا حالا ما چند میلیون هکتار جنگل داریم، حالا 900 هکتار توش آسیب دیده، خیلی حساسیت نشون ندید. ولی حالا اتفاق جدیدی افتاده. سازمان فضایی ایران توانسته با پایش کل مساحت ایران میزان دقیق آتش سوزی های خرداد ماه را نشان دهد و این میزان تفاوت فاحشی با آمار رسمی دارد. طبق پایش سازمان فضایی ایران، وسعت آتش سوزی های خرداد امسال نه 1000 هکتار که بیش از 40000 هکتار بود و میزان مناطق سوخته به تفکیک استانها نشان می‌دهد که استان فارس و سپس کهگیلویه و بویر احمد بیشترین حجم آتش سوزی را داشتند. تنوع گونه گیاهی اینجا بسیار زیاد و فراوانه. برای خبرنگاران و فعالان محیط زیست از همان اول هم آمار رسمی 1000 هکتار مورد تردید بود. در 11 استان کشور در منطقه زاگرس طی 40 روز گذشته حدود 800 آتش سوزی در منابع طبیعی و محیط زیست داشتیم. اگه فرض کنیم که هر آتش سوزی به طور میانگین 1 هکتار از جنگل‌ها و منابع طبیعی کشور را سوخته باشه، با آماری که مقامات امروزه دارن مطرح می‌کنند تنافر داره. ایران تنها کشوری نیست که بدون اطلاعات ماهواره‌ای آمار اشتباه درباره پوشش‌های گیاهی خود و حجم تخریب‌ها می‌دهد. آمار رسمی که مقامات ایران می‌دهند این است که سالانه به طور متوسط 16000 هکتار از جنگل‌های ایران طعمه آتش می‌شود. چیزی حدود مساحت 24000 زمین فوتبال.
اگر مبنای آمار رسمی ایران همیشه چنین تفاوت فاحشی با آمار دقیق ماهواره‌ای داشته باشد، می توان حد زد که وسعت تخریب جنگل‌های ایران همیشه بسیار بیشتر بوده. در 40-50 سال اخیر نیمی از جنگل‌های هیرکانی و بخش‌های وسیعی از جنگل‌های زاگرس طعمه آتش، زمین‌خواری، قاچاق چوب و مهمتر از همه دامداری بی‌رویه شدند. ولی آنجا که با آتش‌سوزی‌ها و وسعت آن در خرداد ماه امسال می‌رسد، اینطور نبوده که مسئولان غافلگیر شده باشند. اگر ما واقعا به فکر بودیم، هشدارهایی که از اول سال داده میشد، هرگز در چنین ابعادی جنگل‌های ما نمی‌سوخت و متاسفانه نباید الان هم این مسئله رو بندازیم تو زمین مردم و بگیم مردم دارن عمدی آتش می‌زنن، یک دستی در کار تا مدیریت جمهوری اسلامی رو ناکارآمد نشون بده. اصلاً این گونه نیست. حساسیت افکار عمومی نسبت حفظ جنگل‌های ایران حداقل این فایده را داشت که باعث شد بودجه ولو ناچیز صرف خریدن کیف و کفش مخصوص و دستگاه‌های دمنده شود و در اختیار داوطلبان قرار بگیرد. شیرزنان بختیاری. ولی هنوز از ایجاد زیرساخت‌های پیشگیری و مهار آتش خبری نیست. حالا کارشناسان ایرانی از اینکه سازمان فضایی ایران می‌تواند اطلاعات دقیق را از وضعیت طبیعت ایران به دست دهد امیدوارند. باید سپاسگزار دو ارگان مهم بود. نخست آژانس فضایی اروپا که با برنامه جامعه کوپرنیکوس از 6 سال پیش اطلاعات ماهواره سنتینل را به طور رایگان در اختیار تمام مردم دنیا قرار می‌دهد. دوم از سازمان فضایی ایران که توانسته نحوه پردازش و آنالیز این دیتا را فرا گرفته و اطلاعات دقیق از آنها جهت برآورد دقیق مساحت نواحی سوخته شده استخراج کند. مهم این است که مدیران منابع طبیعی ایران و گردانندگان طبیعت بیاموزند که چگونه از این امکان جدید استفاده کنند تا فرق ادعای 1000 هکتار تخریب و واقعیت 40000 هکتار تخریب روشن شود. سیاوش اردلان، بی بی سی. مظفر شیروانی، مشاور بین المللی جنگل و محیط زیست از وین اتریش با ما هستند. آقای شیروانی، ایران به اطلاعات ماهواره‌ای دست پیدا کرده، از نظر شما چقدر میتونه مفید واقع بشه؟ با سلام خدمت شما و بینندگان گرامیتون. طبیعیه که این اطلاعات میتونه بسیار کارساز باشه و میتونه قسمت عمده از مشکلاتی که در زمینه جنگل ها و مخصوصا آتش سوزی هایی که در این سال اخیر یا در روزهای اخیر اتفاق افتاده بتونه جلوگیری بشه و راه حل هایی برای اونها اتخاذ بشه، که متاسفانه اینطور که باید و شاید یا ما در اون کشور عادت به استفاده از این اطلاعات نداریم ضمن اینکه دانش این را داریم، یا اینکه به علت ناکارایی و سهل‌انگاری که در بخش اجرایی کشور وجود داره عملاً به این مسائل اهمیت چندانی داده نمیشه. یکی از معضل‌های بزرگ کشورهای در حال توسعه است، مخصوصاً الان در شرایط فعلی که شامل حال جنگل‌های زاگرس شده است. تصاویر نشون میده که وضع بسیار وخیم‌تر از اون چیزیه که مقام‌های رسمی فکر می‌کردند. این اطلاعات بیشتر ممکنه که به اختصاص منابع بیشتر برای حل این مشکل منجر بشه؟ طبیعیه. وقتی اولا حجم یا سطح این جنگل هایی که مورد آتش سوزی قرار گرفتند، همونطوری که همکار شما مشاریف کردند، 40000 هکتار دور از واقعیت نیست. برای اینکه همین امروز فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور اعلام کرد که در سال اخیر 1100 مورد آتش سوزی داشت، که در همین ماه اخیر حدود 300 مورد آتش سوزی بوده و این آتش سوزی ها نشون میدن که خب یک فاجعه بزرگی اونجا داره رخ میده و هیچ تدابیر مناسبی که بتونه مانع از به وجود اومدن این آتش سوزی ها بشه در اونجا اتخاذ نشده. حالا به چه دلیل این تدابیر اتخاذ نمیشن؟ آیا کمبود وسایل هست؟ آیا بدون برنامگی هست؟ بی برنامگی هست؟ یا دلایل دیگه داره؟ این چیزی که خودش یک مسئله بزرگی را به وجود آورده. مضافاً به اینکه این عرصه های زاگرس از لحاظ اکولوژی ارزش بسیار بسیار ارزنده ای را دارند، گرچه
جنگل در کشور ایران به معنای واقعی جایگاه خودش را پیدا نکرده. اهمیتی که جنگل در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته داره متاسفانه در کشور اهمیت را واقعا پیدا نکرده. بنابراین وقتی اهمیت روش در سطح جامعه اونطور که باید و شاید جایگاه خودش را پیدا نکرده، طبیعیه که دولت و دست‌اندرکارهای دولت هم تا وقتی که آتش نگرفته باشه به اونها اهمیت چندانی نمیدن. آقای شروانی، بله، امکان جبران این ضایعات هست. میدونیم که زمان زیادی طول میکشه که جنگل ها پدید میان. ببینید، هر اتفاق بدی که رخ میده یک اتفاق خوش هم میتونه پشت سرش رخ بده. من فکر میکنم این آتش سوزی، گرچه اشاره کردم یک فاجعه زیست محیطی است و نمیشه به راحتی ازش گذشت، ولی از طرف دیگه یک دستاورد بزرگ اکولوژی است. یعنی الان شرایط برای زادآوری طبیعی در این عرصه‌های جنگلی بسیار مناسب شده و جنگلبانان میتونن با کمک بیادرختان و درختچهان نورپسند یا پیشگام مقدمات جنگل‌های طبیعی را فراهم بکنن. ما این مسئله آتش سوزی را سالهای سال به طور مداوم داریم، ولی بایستی یک بار یاد بگیریم و برای همیشه یک تدابیر را اتخاذ کنیم که مانع از این علف‌ها بشه و مانع از این آتش سوزی بشه. این که ما هر دفعه که آتش سوزی میشه با دست پاچگی بگردیم این طرف و اون طرف، چند تا هلیکوپتر پیدا کنیم، یک کمی آب بپاشیم، این در حقیقت یک کار درمانی است. ما نیازمند یک کار پیشگیری توسعه یافته هستیم و طبیعیه که کارهای پیشگیری یا دخالت‌های پیشگیری زمانبر هستند، ولی اینها وقتی مستقر میشن دیگه دائمی هستن. مضافاً به اینکه مشکل حالا تازه شروع میشه، یعنی ما این عرصه ها لخت شدن، فرسایش خاک ما خواهیم داشت، سیل ممکنه اتفاق بیفته و مشکلات دیگه، تغییرات اقلیمی، مقدار زیادی انیدید کربونی که الان در هوا آزاد شده و اینا همه فاجعه ها و مصیبت های زیادی است و سطح اینا را پایین آوردن، به نظرم به سطح 1000 و 2000 هکتار رسوندن یک گناه نابخشودنی است. ممنونم از مظفر شیروانی، مشاور بین المللی جنگل و محیط زیست از وین اتریش با ما. باید اضافه بکنم که آژانس خبری محلی مکریان گزارش کرده که در جریان مهار آتش در منطقه پاوه امروز 2 نفر جان باختند. بنابر این گزارش، مختار خندانی از اعضای فعال انجمن محیط زیست منطقه و بلال امینی از شهرستان پاوه جانشون رو در تلاش برای خاموش کردن آتش از دست دادن. به این ترتیب شمار جان باختگان آتش سوزی های اخیر ایران به دست کم 4 نفر رسیده. دیروز 2 کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در انفجار یک بمب مغناطیسی در شرق کابل کشته شدند. در این حادثه که کسی مسئولیت آن را به عهده نگرفته، فاطمه خلیل کارمند جوان کمیسیون همراه رانندهش احمد جاوید فولاد جان باختند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان این حادثه را اقدامی تروریستی و جنایت علیه بشریت خوانده. گفتگوی داشتم با شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان، و از او ابتدا درباره همکارانش پرسیدم. اول خواهم می‌خوام نصیحت بگویم به تمام به خانواده‌های تمام قربانیان حوادث اخیر. متأسفانه خشونت شدت یافته و بسیار قربانی می‌گیره از افراد منکر افغانستان، و مشخصاً تسلیت بگویم به خانواده‌های خانم خلیل و آقای فولاد و تمام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. خانم خلیل یک خانم جوان بود که در بیرون از افغانستان دوره تحصیلات عالی خود را گذشتانده بود در پانتون آمریکایی آسیای میانه. او تقریبا 10 ماه میشد با ما کار میکرد، با کمیسیون کار میکرد. یکی از اولین مثلا کارهای رسمیتر و جدیترش بود، شروع زندگی کاریش بود. یک آدم بسیار پرتلاش، بسیار متعهد، بسیار پر انرژی، بسیار امیدوار.
بسیار علاقمند به حقوق بشر آمده بود به کمیسیون، با وجود که ما مشکلات داشتیم و امکان ازیره نداشتیم، اما وقت که بعد از او معاشر امتیازات مناسب هم بر اختیارش بگذاریم، با وجود از او از روی علاقه و عشق آمد و با کمیسیون کار خود شروع کرد و آرزوهای بسیار بزرگ داشت بر ادامه تحصیل خود و بر ادامه کار بر حقوق بشر در افغانستان. و آقای فولاد مدت بسیار طولانی بود که همراه کمیسیون کار میکرد، یکی از کارمندای در کدام دوره های اول همراه کمیسیون کار آغاز کرده بود و آدم بسیار مؤدب و بسیار مهربان و بسیار خنده‌روی و خوشحال. و از آقای جاوید متاسفانه سه فرزند مانده و خانمشان که مدیر روز دیروز دیدنشان رفتن و خانواده خانم خلیلان کابل هستن. خانم اکبر، در هفته های اخیر، ماه های اخیر حوادث خیلی تلخی در افغانستان رخ داده، نمونش حمله به یک زایشگاه مثلا و ترورهای متعدد. وضعیت سازمان شما چطور هست؟ آیا احساس امنیت میکنید برای کار؟ متاسفانه ما بسیار زیاد احساس نگرانی میکنیم، بخصوص باش روی عملات هدفمند، به خاطر که یک سلسله از عملات هدفمند آغاز شده که ممنون افراد ملکی را و نهادهای ملکی را هدف قرار میدن، چون به نظر اهداف آسان میایه از طرف توریستا. و این وضعیت در ما نگران کننده بوده. قبل از این حادثه هم کمیسیون با نهاد با رهبری نهادهای امنیتی در تماس شده بود و خواستار معلومات شده بود که آیا تهدید مشخص برای کمیسیون وجود داره یا نه، که ما گفتن خیر، ولی ما نگران بودیم. و طبعا بعد از حمله دیروز نگرانی ما چندین برابر افزایش یافت. کارمندان کمیسیون در 14 ولایت افغانستان کار میکنن، ما در اورزگان و غور در نقاط مختلف افغانستان دفتر داریم و همکارای ما با امکانات امنیتی بسیار کم کار میکنن و کارشان کار خطرناک است، به خاطر که مسلط سازی میکنن قضایای نقض حقوق بشر، از ملات سلب آزادی و زندان ها بازدید و نظارت میکنن. به این دلیل وضعیت متاسفانه بسیار نگران کننده است. خانم اکبر، به کدام نهاد دولتی مراجعه کرده بودید برای در میان گذاشتن نگرانی های امنیتی خودتون و گفتن که نمیتونن به شما کمک بکنن؟ خیر، ما درخواست معلومات کردیم. ما درخواست معلومات کردیم از نهادهای امنیتی، هم از نهادهای امنیتی که در حوزه امنیتی است و هم از همکارا در وزارت داخله درخواست معلومات کردیم که آیا کدام تهدید مشخص یا کدام گزارش مشخص دارند در مورد کمیسیون یا خیر، که ما در روشنایی از او بتانیم که تدابیر امنیتی خود تغییر بدیم. و بر ما گفته شد کدام گزارش مشخص نیست در مورد از اینکه کمیسیون هدف حملات باشه یا کدام برنامه مشخص در مورد کمیسیون یا کارمنداش وجود داشته باشه. ولی وضعیت یک وضعیت بسیار سردرگم و پیچیده است، به خاطر که این نوع عملات را که در اواخر اتفاق افتاده و بعضی موارد هیچ کس هم مسئولیت نمیگیره، بر ما هنوز مشخص نیست که مثلا هدف کمیسیون بوده، چون هنوز معلومات کامل در اختیار ما قرار نگرفته و به این دلیل هم نگران هستیم. شما گفتید که این حملات هدفمند هست در پاسخ به سوال قبلی، و الان هم میگید که کسی مسئولیت اون رو بر عهده نمیگیره. چه کسانی پشت این حمله هستند؟ اگر هدفمند هست، چه کسانی هدف هستند؟ خب عملات چند حمله که در چند هفته اخیر اتفاق افتاده، مشخصا افراد مشخص یا نهادهای مشخص هدف قرار داده. یعنی یک عمله انتحاری در بین یک بازار یا در یک رستوران یا در محل دیگه نیست، مشخصا افراد مشخص که مرتبط به نهادهای مشخص هستند یا از قشر مشخص هستند هدف عملات قرار میگیرند. در مورد حمله که دو همکار ما جانهای خود از دست دادن، معلومات ابتدایی را که ما داریم میخواستن کمی امی موتر آسیب ببینن و افرادی که امی موتر هستن آسیب ببینن. این که چرایش بر ما مشخص نیست و عاملا مشخص نیست، بخاطر از اینکه در این حملات زنجیره‌ای، چون ما مستندسازی میکنیم حملات بر افراد ملکی را، در این حملات هدفمند زنجیره‌ای که اتفاق افتاده و شمول حمله که به کارمندای لوی سالن ملی اتفاق افتاد، تا بالا هیچ تحقیق از طرف حکومت علنی اعلان نشده که سرنخ برای هیچ کدام مابطه که کی کدام گروه یا کدام افراد در عقبی حملات هستند. خودرو ایشون که هدف قرار گرفتن یک خودرو عادی هست، شما هم اشاره کردید که مدت هاست احساس امنیت نمی کنید. آیا نهادهای امنیتی حمایت لازم را از شما کردند؟ آیا فکر نمی کنید که باید این رویه تغییر بکنه برای حمایت از کارمندان شما؟ خب
خب در با توجه به حادثه دیروز و ما هنوز منتظر هستیم، منتظر نتیجه تحقیقات هستیم. ما تماس گرفتیم به رهبری سکتور امنیتی و ازشان درخواست تجدید نظر کردم در مورد امکانات امنیتی که در اختیار کمیسیون و کارمندان کمیسیون و رهبری کمیسیون قرار داره، به خاطر که ما نمیخوایم، طبعا ما هیچ کدام ما نمیخوایم که خدای نخواسته دوباره قربانی بتیم. بله، یعنی سیدی روز از تخترین روزا در تاریخ فعالیت کمیسیون. شهرزاد اکبر بود، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. با همه‌گیری جهانی ویروس کرونا، صدها هزار کامپیوتر خانگی به جنگان رفتند، آن هم در قالب پروژه‌ای به نام فولدینگ ات هوم. این پروژه از ظرفیت آزاد کامپیوترها برای محاسبات پیچیده درباره ویژگی‌های این ویروس استفاده می‌کنه. استقبال از اون در دوره همه‌گیری به حدی بود که رکورد جدیدی در ظرفیت محاسبات کامپیوتری ثبت شد. نعیم نامجو گزارش می‌دهد. روزهای کشدار قرنطینه، تکرارهایی که معمول نبود. ماندن در خانه لازم بود اما کافی نه. خیلی ها میخواستند سهمی بیشتر در مبارزه با ویروسی داشته باشند که عادی ترین ها را غیر عادی کرد. That's not a very satisfying, you know, kind of feeling. خیلی رضایت بخش نبود که تنها کاری که می‌کردیم موندن توی خونه بود. اما پیوستن به فولدینگ ات هوم کاری بود که افراد می‌تونستن انجام بدن. به این ترتیب می‌تونستین به شبکه جهانی از پژوهشگران بپیوندین و داده‌هاشون رو پردازش کنین. این کار کمک می‌کرد که دانشمندان درک بهتری از این ویروس پیدا کنند. It's really working to help scientists understand the virus at a deeper level. امامتیس که خودش کارشناس امنیت اطلاعات است، بعد از مطلع شدن از شیوع ویروس کرونا به پروژه فولدینگ ات هوم پیوست. پروژه‌ای که با استفاده از ظرفیت آزاد کامپیوترهای شخصی امکان پردازش اطلاعات پیچیده درباره بیماری‌ها از جمله کووید 19 را فراهم کرده. وقتی که اواخر فوریه تحقیق روی ویروس کرونا آغاز شد، 30,000 نفر با این پروژه همکاری می‌کردند. اما گریگ بومن، مدیر پروژه فولدینگ ات هوم، به من گفت با گسترش ویروس، علاقه‌مندی به همکاری با پروژه به سرعت افزایش پیدا کرد. ظرف دو هفته از شروع پروژه کووید 19 حدود 400,000 نفر نرم افزار ما رو دانلود کردن و همکاری رو شروع کردن و در مرحله‌ای هم 5 میلیون کامپیوتر خانگی با ما همکاری کردن. ضرب المثلی هست که میگه قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. پروژه فولدینگ ات هوم نماد عینی همین ضرب المثله. این پروژه تونسته با استفاده از ظرفیت آزاد پردازش کامپیوترهای خانگی از ظرفیت بزرگترین سوپر کامپیوترهای جهان بگذره. در اوایل آوریل قدرت پردازش شبکه فولدینگ ات هوم به 2.4 اگزافلاپ رسید، بالاترین قدرت پردازشی که تاکنون ثبت شده. برای خودم هم سخته که ازش سر در بیارم. فقط میتونم بگم ظرفیت ما حدود 10 برابر سریع‌ترین کامپیوترهای جهانه و این ظرفیت بسیار بالاییه. ریجید پانده این پروژه را 20 سال پیش از دانشگاه استنفورد شروع کرد تا پلتفرمی باشد برای پژوهش‌ها در زمینه بیولوژی و زیست شیمی. بعد به عقب برگردیم، سال 1999. اون زمان تازه اینترنت به عنوان ابزاری قدرتمند دیده میشد و شبکه وب پدید اومد. سوال اصلی که اون زمان داشتم این بود که با داشتن این ابزار قدرتمند چه میتونیم بکنیم؟ ما تصمیم گرفتیم قوی ترین ابر کامپیوتر جهان رو بسازیم. پروژه‌ای که حالا میتواند سرعت بخش تحقیقاتی باشد که ما را به پایان همه‌گیری جهانی نزدیک‌تر کند. اگر محاسبه ساده ای انجام بدید میبینید که این تنها بخشی از ظرفیت کامپیوترها در جهانه. همه جا کامپیوتر داریم. میلیاردها کامپیوتر در دست آدم هاست. حدود 1 میلیونی که مرتب با ما کار میکنن تنها بخش کوچکی از این ظرفیته. اما علاوه بر ویروس کرونا، تمرکز فولدینگ ات هوم روی پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه آلزایمر، سرطان و آنتیبیوتیکا هم هست. بنیانگذار و دست‌اندرکارانش امیدوارند مشارکت کنندگان در آینده هم همراهشان بمانند. نعیمه نامجو، بی بی سی.
حدود 6 ماه از شروع همه‌گیری کرونا گذشته و شاید تا مدتی وضع مجدد محدودیت ها و لغو این محدودیت ها در کشورهای مختلف کاری عادی به نظر برسه، اما راه حل نهایی دستیابی به یک واکسن است. در یک رویداد خیریه رهبران کشورها و سرمایه گذاران بخش خصوصی قول دادند که برای ساختن واکسن کمک کنند. مجموع این کمک های مالی به بیشتر از 7 میلیارد دلار رسیده. سایمون جونز گزارش میدهد. کنسرتی که در سراسر جهان پخش شد. ستاره‌هایی مثل مایلی سایرس برای مبارزه با ویروس کرونا به این اقدام خیریه‌ای پیوستند. هدف این برنامه متحد کردن جهان از طریق آنلاین بود. دستیابی به واکسنی ارزان برای همگان. هدفی روشن اما نه آسان. رئیس کمیسیون اروپا بیش از 12 رهبر جهان را دور هم جمع کرد تا اطمینان حاصل کنند که هر درمانی که در آینده پیدا می شود برای همه در دسترس باشد. این همه‌گیری همه ما را تهدید می کند. غلبه بر اون تلاش مشترک زمان ماست. و وقتی این کار را بکنیم، این نه موفقیت یک کشور بلکه پیروزی همه انسان هاست. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم همکاری را تنها راه غلبه بر بیماری کووید 19 دانست. ابتلا به کرونا در کشورهای آمریکای لاتین به سرعت رو به افزایش است. در برزیل یک استادیوم در شهر ریو به یک بیمارستان موقت تبدیل شده. بیش از 1,300,000 ابتلا به کرونا در این کشور ثبت شده. برزیل حالا برای تولید یک واکسن احتمالی که توسط دانشگاه آکسفورد و شرکت داروسازی استرازنکا ساخته می شود، یک قرارداد 120 میلیون دلاری امضا کرده. نیاز به این واکسن آنقدر شدید است که حتی تولید را قبل از تمام شدن آزمایش های اولیه بالا بردند. با این قرارداد کشور ما در رأس کشورهای تولید کننده واکسن قرار می گیره. این توافق به ما امکان خرید مقدار زیادی واکسن و انتقال فناوری اون رو میده. در آفریقا قرار است اولین آزمایش واکسن در آفریقای جنوبی صورت بگیرد. اما تا پیدا شدن واکسنی کارآمد باید یاد بگیریم که با کرونا زندگی کنیم. ویروسی که زندگی عادی را در سراسر جهان تحت شعاع خود قرار داده. سایمون جونز، بی بی سی نیوز. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و همینطور روی کانال یوتیوب ما تماشا کنید. ممنونم از اینکه برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.